عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شب همگیتون بخیر. البته الان دیگه ساعت 2 بامداد هستش، صبح شده دیگه. خب دوستان، امروز در خدمت شما هستیم با یک آموزش از نرم افزار فتوشاپ. مشکلی که همه دوستان عزیز دارن این که سیستمشون خیلی ضعیفه و نمیتونن داخل فضاشون از درختای زیاد، از گل و چمن استفاده کنن. خب این عکسی که ما اینجا داریم، میخوایم این فضا رو کامل پر کنیم از گل و چمن. کاری که شما باید انجام بدید اینه که اول از همه یه عکس پیدا کنید، مثلا مثل این. ببینید اینجا پر از چمنه. من این عکسو میام کنترل A میکنم، کنترل X، و داخل این عکس کنترل V میکنم. سایز عکسمون رو میتونیم با کنترل T کوچیک کنیم. اوکی، انقدر کافیه. میذارمش این بالا. کاری بهش نداریم الان. یه مقدار بزرگتر بشه. خوبه. و حالا میاد اینجا گزینه میکس براش رو انتخاب میکنید. توی این قسمت شما باید یه سری براش داشته باشین که از این براشا بتونید استفاده کنید. توی گوگل میتونید سرچ کنید فری دانلود براش فتوشاپ و گراس هم انتهاش اضافه کنید. میاد اینجا راست کلیک میکنید. وقتی این میکس براش انتخاب شد، راست کلیک میکنید، این چرخنده‌ای که اینجا هست رو میزنید، لود براش رو میزنید، محلی که براش رو دانلود کردین انتخاب میکنید، دوباره روش کلیک میکنید، براش برای شما اینجا لود میشه. مثلا من الان اینجا براش گراس رو لود کردم. خب اینجا اوکی میکنم. کاری که انجام میدید چیه؟ مثلا از این براش، خب من آلت رو نگه میدارم، کلیک راستم هم نگه میدارم، سایز این براش رو میتونم با چپ و راست کردن موس کوچیک و بزرگش کنم. میبینید خیلی راحت. خب میتونید راست کلیک کنین، از اینجا هم سایزتون رو تغییر بدین. من یه مقدار بزرگ کنم، میگم از اینجا، آلت رو نگه میدارم، کلیک چپ رو میزنم، میگم از اینجا داخل براش من کپی کن، و حالا کافیه که اینجا کلیک کنید. ببینید برای شما از اون قسمت پر میکنه از اون فضایی که شما انتخاب کردید. خیلی راحت الان میتونید اینجا رو چمن کنید، میتونید براشتون رو عوض کنید. مثلا من از این براش استفاده میکنم، سایزش رو کوچیک میکنم، میگم از اینجا، از اینجا برای من کپی کن و این فضا رو کامل از این براش قرار بده. میبینید چقدر راحت این کار انجام میشه. میتونم نوع براشم رو عوض کنم، مثلا بگم از این بذار، اینجا رو پر کنیم از این. به این شکل. حالا من میخوام با هر کلیکی که میزنم نوع براشم، یعنی چرخش داشته باشه. من میتونم این لایه رو اصلا خاموش کنم و یک لایه جدید درست کنم. حالا کاری بهش نداریم. من میام اینجا این گزینه رو میزنم و توی قسمت شیپ داینامیک اینجا ما میتونیم یه کاری کنیم که اینا سایزشون با هم فرق داشته باشه. ببینیم الان وقتی کلیک میکنم کوچیک و بزرگ میشه اینجا. خب کنترل زد میزنم، میتونم انگل بدم، یعنی چرخش داشته باشه با هر کلیک من. ببینید این یه مقدار چرخش داره، پس من میتونم اینجا راحت دیگه اینجا کلیک کنم. خب این از این، و میام توی این بخش بهش میگم که فاصله شون از هم بیشتر بشه، و وقتی کلیک چپ و نگه دارین میتونید خیلی راحت این فضا رو پر از چمن کنید. ببینید نوع براشم رو عوض میکنم، مثلا من میام از این براش میذارم. دوباره باید تنظیمات رو انجام بدین. میام فاصلش رو زیاد میکنم، چرخش بهش میدم به این شکل، سایزش رو کوچیک میکنم و شروع میکنم به قرار دادن این. ببینید چقدر راحت این فضا داره برای ما الان پر از چمن میشه. خیلی کار راحتیه. خب من میتونم این عکسی که اینجا دارم و اصلا دیگه بگیرمش و دیلیت کنم. اوکی این از این. و حالا من میخوام یه سری گل اضافه کنم. میاد یه عکسی که داخلش گل هست، مثل این عکس، میگیریدش، میرین داخل فتوشاپ، اینجا رها، اینجا. خب من کنترل A میزنم، کنترل X این عکسو کات میکنم، داخل پروژه هم کنترل V میکنم، سایزش بزرگه کوچیکش کنیم با کنترل T، میذارم اینجا. خب و بعد میام دوباره میکس براش رو انتخاب میکنم، اینجا میکس براش، نوع این براشی که داریم استفاده میکنیم انتخاب کنیم، این باشه، سایزش کوچیک باشه، میگم از اینجا بگیر برای من اینجا پر کن. ببینید دونه دونه کلیک میکنم، اینجا برای من این گلو میذاره یه مقدار کوچیکتر. حالا میتونید سایزش رو تغییر بدین و بهش بگین که با هر کلیک شما این برای شما چرخش داشته باشه. ببینید چقدر راحت هر گلی که دلتون میخواد دیگه میتونید اینجا برای خودتون قرار بدین. یه کار خیلی ساده و راحت. اوکی ما دیگه به این احتیاج نداریم و اینو دیلیت میکنیم. کافیه که رندری که گرفتیم بیاین یه عکس چمن انتخاب کنید، بذارین داخل اینجا و از براشاتون استفاده کنید. خب کاری که من انجام میدم چیه؟ میام دو تا لایه رو میگیرم با شیفت کنترل ای رو میزنم که کل اینا برای من بشه یک لایه. خب
و بعد از تو قسمت ایمیج ادجاستمنت هیرو میزنم، میتونم رنگ اینا رو یه مقدار کم و زیاد کنم و کلا رنگش رو میتونیم خیلی راحت از اینجا تغییر بدیم. اوکی، الان عکس قبلی ما اینجا باز کنیم، این بود و بعد از این شد این. من بذاریم و حالا میام توی عکس دیگه، مثلا اینجا من میخوام پر کنم از این درختایی که هست، میام میکس براش رو انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم، براشای درختم رو لود میکنم، اینجا تیر رو میاریم، اوکی میکنم و بعد مثلا میگیم از این درخت، آلتو نگه میدارم اینو کوچیک میکنم براشم و آلتو باز نگه میدارید با کلیک چپ میگین از اینجا کپی کن اینجا بذار. ببینین یه مقدار سایز براش رو کوچیک کنم، از اینجا بگیر اینجا برای من این درخت رو قرار بده. یه کار خیلی راحت، ببینید چقدر درخت میتونیم اینجا الان بذاریم بدون اینکه فایلمون سنگین بشه و حتی میتونیم نوع درخت رو عوض کنیم. مثلا من میگم از این درخت اینجا بردار اینجا بذار. ببینید خیلی کار راحتی و شما هر چقدر دلتون میخواد اینجا میتونید الان درخت بذارید و حتی از این چمنا من میام براش چمن رو دوباره لود میکنم، اینجا گرس رو بزنیم و میگیم از این اینو کوچیک کنیم، از این قسمت کپی کن اینجا برای ما پر کن از این چمنی که داری. نوع براشم عوض میکنم، کوچیکش میکنم، میگم از اینجا کپی کن اینجا برای من قرار بده. ببینید نوع براش رو دوباره عوض کنیم، بیایم از این براش انتخاب کنیم، کوچیکش میکنم، میگم از اینجا برای من قرار بده. یه کار خیلی راحت و ساده بدون اینکه سیستم شما اصلا سنگین بشه. من دوباره درخت رو اینجا لود میکنم، هر درختی که بخواید اینجا میتونید استفاده کنید، کافیه که اینا رو از توی گوگل دانلود کنید و من هم برای شما اینا رو قرار میدم. مثلا میگم از اینجا بذار، اینجا یه دونه درخت بذار، اینجا این قسمت، هر جا که دلتون میخواد دیگه شما میتونید درخت اضافه کنید بدون اینکه فایلتون اصلا سنگین بشه. شما میتونید یه چمنکاری خیلی راحت رو توی این فضا قرار بدید. میبینید چقدر ساده است. خب میام داخل یه کار دیگه، من مثلا اینجا رو میخوام پر کنم از این درخت، براشم رو کوچیک میکنم، میگم از اینجا بردار برای من اینجا این درخت ها رو قرار بده. کافیه که کلیک کنید، دوباره براشم رو عوض میکنم، مثلا میگم از این براش کوچیک بشه اینجا برای من این درخت ها رو قرار بده، کوچیکتر. میبینین چقدر راحت اینجا درخت کشیم. اینجا رو میخواییم پر کنیم از این بوته، میام میگم از یه براش دیگه استفاده کن، مثلا میتونه این براش خوب باشه، اینو کوچیک کنیم، از اینجا برداریم اینجا برای خودمون درخت بذاریم. فقط ببینید من بعد انتخاب کردم، میگم از اینجا بردار اینجا بذار، دوباره بعد انتخاب کردم، مثلا براشم رو کوچیک میکنم، میگم از اینجا بذار اینجا. اوکی کافیه که با چند تا کلیک اینجا رو پر کنید از درخت. اوکی مثلا ما میخوایم این تر رو پر کنیم از درخت، دوباره براشم رو عوض میکنم، من میام از یه براش دیگه استفاده میکنم، مثلا این براش رو انتخاب میکنیم، میگم سایزش کوچیک بشه. ببینید الان سایزش خیلی بزرگه، کوچیکش میکنیم، خب زوم میکنیم، اینجا کلیک میکنم و شروع میکنم به قرار دادن درخت. ببینید هر چقدر که دلتون میخواد دیگه شما درخت بذارین، اصلا محدودیت ندارین، کافیه که به درستی آلتو نگه دارین و کلیک کنین تا این درخت ها برای شما اینجا قرار بگیره. میبینین اینجا پر شد از درخت، دوباره براش هم عوض میکنم، مثلا اینجا میخوایم درخت فکر میکنم کاج باشه، حالا اینجا این درخت رو انتخاب میکنم، کاج رو کوچیکش میکنم، میگم از اینجا کپی کن اینجا برای من این درخت رو قرار بده، از اینجا بردار اینجا بذار. ببینین اصلا محدودیت توی قرار دادن درخت ما دیگه نداریم. اینجا میخوام پر کنم، ببینین حالا من دیگه دارم سرعتی این کار انجام میدم، حالا شما حوصله به خرج بدین قرار بدین. خب مثلا من دوباره میام توی این پروژه، میخوام این بالا رو پر کنم از این بوته، کافیه که براش بوته رو انتخاب کنید، مثلا من دوباره گرس رو لود میکنم اینجا، این گرس بیاد و میگیم حالا از کدوم بوته، از این مثلا، سایز براشمون رو کوچیک کنیم، از اینجا بردار اینجا قرار بده، کوچیکتر، از این بردار اینجا برای من پر کن. میبینید خیلی کار راحتیه، دوباره میتونم براشمو عوض کنم، مثلا از این کوچیک بشه یا یه براش دیگه اینو بذاریم، از این میگم اینجا بذار براش کوچیک بشه،
یه مقب ببینید چقدر راحت اینجا پر شده از بوته. اینجا رو من میخوام پر کنم، کافیه که براش کوچیک کنم بگم از این قسمت بردار اینجا برای من قرار بده. با چند تا کلیک ساده این فضا برای ما پر میشه از بوته. ببینید خیلی کار راحتیه، فقط باید حوصله به خرج بدین و تو انتخاب براشتون دقت کنید. دوستان ممنون از توجهتون، امیدوارم که این آموزش برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.